کلامی هر قصه زیبای جهانی. مهربانی مادر تو مهربانی. بر بنیاد تصمیم جدید وزارت معارف افغانستان، دیگر حق اجرا در حضور مردان را ندارند. رویا 5 سال است عضو گروه ترانه‌خوانی مکتب است. او اب 10 سال دارد. به دیدنش آمدیم تا نظرش را در مورد تصمیم جدید وزارت معارف افغانستان بدانیم. و من فکر میکنم که اونا از همیال یک امارت اسلامی را پذیرفتند که بیشتر موانع را برای خانم‌ها ایجاد میکنند. ریاست معارف کابل با ارسال نامه‌ای به مکاتب دولتی خصوصی و سواد حیاتی شهر کابل نگاشته که تیم‌های ترانه دانش آموزان دختر که بالای 12 سال سن داشته باشند در هر نوع برنامه اجازه ترانه‌خوانی ندارند. اما این ممنوعیت شامل مجالسی که در آن مردان حضور ندارند نمی شود. در نامه وزارت معارف افغانستان آمده که باید تلاش گردد تا اعضای گروه های ترانه مکاتب پایان تر از 12 سال سن داشته باشند. بنابر درخواست مکرر دانش آموزان و والدین گرامی مبنی بر این که در دوره متوسطه و لیسه حجم درس ها بسیار زیاد هست و دانش آموزان نمی توانند که در کنار فراگیری دروس خیش به برنامه های تشریفاتی و اجرای ترانه ها و سرود ها هم وقت بگذارند. بنان تصمیم بر همی است تا در اجرای ترانه ها و سرود ها از دختران و پسران که در دوره ابتدای مصروف آموزش و پرورش هستند کمک گرفته شود. اما رویای 10 ساله استدلال وزارت معارف را نمیپذیرد و خانواده اش نیز در کنار اوست. فامیلا این مسئله را اصلا مطرح نکردن به خاطر که ما خود ما در هر برنامه که اشتراک کردیم اجازه فامیل ما به صورت کتبی داشتیم با خود. بودی با این واکنش هایی که ایجاد کرد نهادهای حقوق بشری اعلامیه داد، نهادهای حامی حکومت افغانستان و اعلان کرد یا حمایت ترانه‌خوانی اعلان حمایت از ترانه‌خوانی دختران کرد، فکر کنم ملغا میشه. هرچند این تصمیم وزارت معارف موافقان نیز دارد، اما بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان حقوق بشر با آن مخالفت کرده‌اند. شماره آن را تبعیض جنسیتی دانسته و شماره هم مقدمه برای حضور طالبان. قانون اساسی افغانستان گفته که ما باید از بین انسان‌ها تبعیض نکنیم. به این معنی است که تصامیم دولت افغانستان از هر نهاد افغانستان باید به اساس از این گرفته نشه که یک گروهی از جامعه به دلیل زن بودن و یا مرد بودنشان از بعضی از حقوقشان محروم شوند. اول باید این تصمیم به زودترین فرصت ملغا شود. کودک‌ها باید به سرودخوانی و ترانه‌خوانی خود ادامه بدن. دومی که وزارت معارف افغانستان باید وضاحت بده که تصمیم بر اساس چی شده، با در نظر داشت کدام روندا شده. نباید ترویج کننده تبعیض جنسیتی باشد. آنچه که در مکتوب وزارت معارف دیده میشه یک فکر پسرو عقب گرایانه و نابخردانه است. انتظار ما است که تصمیم گیری ها در وزارت معارف باید در راستای حمایت از حقوق اطفال باشد. این نخستین تصمیم وزارت معارف افغانستان نیست که جنجالی می شود. پیش از این رنگینه حمیدی سرپرست این وزارت تصمیم گرفته بود که شاگردان صنف اول تا سوم در مساجد آموزش ببینند. اجرای آن تصمیم به محلات محدود شد. سمسام سیرت، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.